دستگند تفرش حدود 150 هکتاره که یکی از بزرگترین محوطه های باستانشناسی دستگند ایران و خاورمیانه حتی میتونه به حساب بیاد. یه شعری استاد مظاهر مصفا دارن، میفرمان که هست در خانه عمو احمد چاهی و زیر چاه بازاری، چهار سوقی، چهار رسته دکان، قلعه خانه های بسیاری. این کهنسال شهر زیر زمین یادگاری است از حمله مغولان. مردم ترخوران به وقت هجوم می شدند در این نقب نهان. شهر تفرش به طور کلی می تونه بهشت باستان شناسی در زمینه دستکند در ایران و قطب ایکار به حساب بیاد. این پروژه دو تا حدوداً 400 متر 300 متر 350 تا 400 متر دو تا فضای اینطوری به دست اومده. ببینید ما کلنگزنی تو این دستگند نداشتیم. همین مسیری که شما میبینید یا همین راهرویی که ملاحظه میفرمایید یه بخشی خاک دست به دست داده شده بالا و این مسیر باز شده. نخلهای ساختمانی سیستم فاضلاب شهر متاسفانه در مقطعی از زمانها تو همین دستگند هدایت می شده. 10 نفر به صورت متوسط تقریبا 1.5 سال روزی 10 نفر تو این دستگند که تفرشی هم بودن کار می کردن. اینجا یه مقداری سفال شکسته، یک مقداری پیسوز به نسبت حالا 4-5 تا سالم، استخوان، هاون سنگی، آثار حیات تو این دستگند به دست آمده که در مقطعی از زمان برای زندگی کردن استفاده می شده و به صورت عمدی پر شده. وجود زاغه های زیرزمینی تفرش به صورت سینه به سینه بین مردم رواج داشت. از طرفی بودجه و اعتبار کافی هم به لحاظ دولتی تو این زمینه وجود نداشت که بیان هزینه و سرمایه گذاری کنن که معلوم نبود چقدر هزینه خواهد برد و چقدر جواب خواهد داد. آیا اصلا جواب می دهیم اعتباری که برای این پروژه هزینه میکنن؟ دوستان نظرشون این بود که بیشتر پروژه های روی زمین ها برسیم، حالا زیر زمین ها حالا فعلا که نه امکانات و بودجه داریم. دستگند زیر زمینی تفرش در سال 1392 توسط اهالی با صفای فرهنگ و هنر و دوستداران تفرش با کمک و بودجه خیرین فرهنگی عملیات اجرایش کلید خورد. این پروژه در سال 98 به صورت جدی کلید خورد. این مسیری که الان خدمت شما هستیم از مسیر شماره 2 و قنات دیاوار به صورت مطبق و 3 طبقه است. اختلاف طبقات به لحاظ پدافند عامل میتونه یک مسیر خیلی خیلی خوب یه داشته هایی به ما ارائه بده، ولی کاوش کماکان ادامه داره و هنوز به نتایج قابل قبولی که مثلا ما بگیم قطعی چه اتفاقی اینجا میافتاده و چه برای چی اصلا حجم خاک اینا کجا بردن، اصلا برای چی اینا تعبیه کردن. ما از میدان داروخانه تا چهارراه مدرس حدود 48 متر و نیم اختلاف ارتفاع داریم. تو این 48 متر و نیم اختلاف ارتفاع دقیقاً شیب رعایت شده و رگه های سخت و کنگلومرایی کندوما صورت گرفته. فعلا باید کاوش کنیم ببینیم به چه مسئولی میرسیم. ضمن اینکه بزرگترین دستگند ایران در حال حاضر نوشآباد کاشانه که 37 هکتاره، اینجا تو برآورد اولیه 150 هکتاره. در خلال عرایضم عرض کردم که خاک دستی، ببینید این مسیره، الان اگر این خاک دستی ما دست به دست دوستان بدن بالا یه مسیر جدید باز میشه. ما نمیخوایم همه اینا رو باز کنیم. ما میخوایم فاز 3، فاز 4، فاز 5 دوستان دیگه بیان کار کنن. هنگام کاوش تو دستگند از منزل تاریخی و قدیمی خانم فراهانی این آجر فرشا دقیقا بودن سر راش و عملا قرار شد که اینا باشن تو پروژه. باستانشناس این پروژه آقای دکتر موسوی نظرشون بود که دقیقا تا جایی که ممکنه ترکیب و به قول معروف دیزاینش به هم نخوره. عملا کف اینجا هم یکم بالاتر از اونجاست، به همین دلیل که آجرها قدمتش مال چه دوره‌ایه. اینا هم تقریبا شاید 400 سال پیش بوده باشه.
این دستکند به صورت تعمدی و عمدی پر شده و طبقه به طبقه دریچه ها را گذاشتن، دریچه ها را بستن با این سنگ های بزرگ گرد و اومدن طبقات بالا و اومدن به روی زمین. مسیر شماره 2 از همین خونه ورودیش تقریبا استارت خورد با همکاری صمیمانه مالکشون خانم فرهانی و دوستان باستانشناس. همینجا کاوشا شروع کردن و به نتایج خیلی خوبی هم رسیدن، ضمن اینکه به بعضی از خونه ها و مکان های دیگه می رسید ولی ما اجازه دسترسی نداشتیم. شهرداری تفرش در سال 98 طی قراردادی که با میراث فرهنگی در خصوص شروع پروژه دستکند زیرزمینی شهر تفرش داشتن، کار را شروع کردن و کار کاوش در دو فصل انجام شده. کل قرارداد کاوشمون که زمانی که داشتیم از دیما شروع کار شد و در نهایت در هفته دولت که عرضم به حضورتون هفته شیش بود انجام شد افتتاحیه. برای فاز دوم حالا ببینیم چه اعتباری استانداری برای ما میذاره که حالا استاندار قول 1 میلیارد را به شهرداری تفرش داد برای شروع فصل، که اگر که فصل دوم اگر که این اعتبار محقق شود قطعا شهرداری این کار را شروع خواهد کرد و مطمئنن برای شهر ما جذابیت زیبایی را خواهد داشت که همکنون که افتتاحی انجام شده ولی به دلیل شرایط کرونایی ما درب شهر زیرزمینی را بستیم که نگران هستیم خدای نکرده آلودگی پیش بیاد و متضرر بشن علاقه مندان. اشعار مظاهر مصطفی توسط استاد صحاب تو کتاب پیر سنگی چاپ شده.